کشتی میتوانه 100% ما رو به پیروزی برسانه. حالا بعضی چیزای زیادی هست، پاسخهای زیادی برای از هست. ببینیم، فرض کنیم که هر یک از حروف به ترتیب معادل اعداد زیر باشه. مثلا شما سعی کنیم از ای شروع تا زد برای هر کدوم شما یک نمبر در نظر گرفتم. عدد یه مساوی به چندن؟ یک. و عدد زید مساوی به؟ 26. چرا 26؟ برای از که حروف الفبا 26 داره در انگلیسی و از این شروع به 26 ختم شده. بیره معادلانه دیگه به اساس از امو سلسله ما نمره دادیم، دیگه نمره خوری نکردم مثل معلم ها که اگه کسی که معلم ها نمره از من خورده، نه از خاطر من نمره دو شد. اینال سن که ما پیش بریم یک کمی، شما چی فکر میکنید؟ آیا چند تا سوالیه، آیا خوشبختی و موفقیت صرف با سخت کوشی به دست میاد به نظر شما یا نه؟ یادتون هست ما گفتم سخت کار کنیم؟ استاد با سختی موفقیت از نظر شما 1% استعداد، 1% شانس، 99% 98% تلاش و سخت کوشی. آفرین. سخت کوشی جای خود داره، اما باید سخت کوشی رو محاسبه کنیم چند درصد میشه. همون گرگر که باید بسید. چرا؟ چرا سخت کوشی 98 تو دی عدد 98 از کجا پیدا شد؟ ببینین هارد ورک اونمو حروفی هستی که ما مطابق زمون حالا حروف ابجد نام مونین مثل تایز نویس های ثابت باره هرچی که شما نام میکنین مطابق زمون ما نمره دادیم برش. H مساوی به چی بود؟ مساوی به 8. A مساوی به چی بود؟ به 1. عدد 1 بود قیمتش. قیمت های از ورمود سر جایش وقتی بگذارید تا که میرسه امو 11. شما مجموع اونمون نمرات رو وقتی جمع کنید میشه 98%. 98% کار سخت یا سخت کوشی در موفقیت و پیروزی ما نقش داره. یعنی آدم هایی را همه تا تاریخ زندگی تمام آدم های موفق را که تا نوز هم مخوندم حداقل همه ایش دلیلش سخت کوشی بوده. دوستان سخت کار کردن، واقعا سخت کار کردن. وقتی ما که آنتونی رابینز یعنی در 4 روز یا 3.5 روز یک کتاب رو خوانده، اینو خوانده واقعا. دلیلش این بود که او همه فرمول یا امور رویش تونخانی واقعا بلد شده بود که کتاب رو اسکن میکرد با چشمای خود. شما میتونید این کار رو بکنید، یک روز میشه در این زمینه ما تمرین بکنیم و مقدار کار بکنیم. پس 98% موفقیت و پیروزی ما و شما نتیجه کار سخت ما هست دوستان. خب در مورد دانش و علم چه فکر میکنیم؟ چند فیصد تشکیل میدهد در پیروزی ما رو دانش؟ علم؟ 100%. بارکالله. یک نتیجه یا یک جوابی 100%. ما خیلی از آدم ها رو داریم در جامعه خود. دکترا دارن، ماستری دارن، چند تا دکترا دارن. ولی شاید ممکن هست که نانشب خود پیدا نکنه. برعکس خیلی آدم ها را داریم ما که ممکن است که سواد نداشته باشه. شاید یک کسی را کرا کرده باشه که در مغازه تو همی یاداشتها را نوشته کن که کی چقدر سودا خریده. ولی این آدم یک موخ اقتصادی داره. یک داستانی برای شما بگم. یک کسی شیخ ابوظبی را میمان کرده بود در رستوران یک 4 سال پیش از منطقه مایه. اونمون رستوران را در $20,000 رزرو کرده بود که دمو نیم ساعت یک ساعتی که میمان داره هیچ کسی دیگه وارد نشه. دمون لحظه آدمی دیگه آمد یک تجار گفت $20,000 ایتره من میدیم امی که رزرو کرده رستورانه. منتها صرف 15 دقیقه زمینه رو مساعی کرد که ما شیخ رو ملاقات بکنم. شیخ رو بزر بگیم. یعنی کار کرد. $15,000 $20,000 رو گرید 15 دقیقه برای ازی سیچ کرد که آدم برو ببینم. بعد امتیازش هم گرفت که آقای شیخ ما تو رو میمان کردم میزبان نبودم و از اون طرف یک امتیاز اینجا گرفت پیسه هم گرفت و خلاص مخ داشته سواد نداره این آدم. و همین آدم در دبی ما یادم هست در دبی قبلا موتره رو از اونجا چنج میکرد سویچ بولت رو میبرید چپ راست میکرد شلیش میزد روان میکرد در افغانستان مردم. ولی آدم رفت در چین گفتیم زی سویچ بولت جور کن اندازه و تمام جزایش داد به جور کن.
این آدم وارد کرد، هزاران دانه از سویش بود موتر وارد کرده. بعد گفت بین دیگه بویش نکنین یه رسیت کنین، آماده. تا دیگر را خبر شد، این آدم خلالای پل گرفته، ولی سواد نداره. علم نداره، دانش نداره، اما یک فکر اقتصادی داره. خب، شما ببینید دانش چی کار میکنه با ما؟ 96 بسند، 100% نیم. 100% نیم، 96 بسند نقش داره. چرا؟ دانش همون نانه جا گفته از وکل پارمال که همون کنولجی که میخوندن یا چه مثلا؟ نره، مثل از نهار انگلیسیش ضعیف بود و کنولجی میخوندن. آره، ببینید، همین نالج وقتی ما از که شروع کنیم به ای ختم کنیم 11 قیمت که هستن و 5 قیمت ای هستن، مجموعه اینا رو ما وقتی جمع کنیم 96 میشه. یعنی 96 درصد علم و دانش در زندگی ما و شما نقش داره و تاثیر داره. خب عشق چطور در زندگی ما چند درصد نقش داره؟ لب چی فکر میکنیم؟ 90 درصد شاید. آره، فرهاد نقش خیش به کوهکن شیرین بهانه بود. فرهاد اگر کوهکن دلیلش بود که باید به شیرین برسه. درسته؟ به او خاطر هست که عشق هم در زندگی نقش کلیدی داره. دوستان ببینید، لب اگر ما محاسبه کنیم 12 جمع 15 جمع 22 جمع 5 مساوی با 54 میشن. آره، اگرچه بعضی روانشناسا میگه تو عاشقانه بخوای یک چیز رو به دستش میاری، همین قبل میگه دیگه، ولی مطابق از این فرمول 54 درصد عشق نسبت به یک چیز، حالا ممکنه این 100 درصد نباشه، ممکنه بالا پایین شد، ولی قاعده همین. کل چطور؟ من حساب کنیم 13 جمع 15 جمع 14 جمع 5 جمع 25 چند؟ 72 فیصد. 72 فیصد چند فیصد؟ 72 فیصد. تا بالا ما به 100 فیصد نرسیدیم. ما در مورد چند تا نکته گپ زدیم؟ عشق دیگه؟ سخت‌کوشی، دانش و چهارمش هم پول. هیچ کدامش 100 درصد نبوده. پول ببینین 13 جمع 15 جمع 14 جمع 5 جمع 25 مساوی 72. حالا بریم پیش. اکثر مردم فکر میکنن که اینمی موارد، چهار موردی که ما یاد کردیم، اینا نقش تعیین کننده داره در زندگی، در پیروزی ما. عشق و همچنین پول، دانش، سخت کوشی. حالا پیش بریم میکنم. پس برای رسیدن به کلی موفقیت چی کار کنیم ما شما؟ رای هر چیه؟ سخت‌کوش باشیم. باید سخت‌کوش باشیم. یک جوابیه. یک جوابی که من برای شما دارم، نگریش خود باید تغییر بده. نگریش، نگاه ما نسبت به قضیه. یادتان هست در خانه یکان وقت گلاسی چای یا گلاسی او چپه شده در روی فرش، یک مادر میاید کسی را دختر و یا پسر که چای را چپه کرده سیلی میزنن، مگه کوری؟ نمیفهمید که قالین خراب میشه؟ پدرش ممکنه سیلی بزنه موی تو رو بکنه، ولی یک مادر دیگه مگه خیر است؟ امی خیر بوده که انشالله آب خیره. مگه چی میگه؟ مگه آب چیه؟ آب روشناییه، واری کلم. مگه آب روشناییه؟ چی چیزی سبب میشه که یک آدم تفلک رو سیلی میزنه مگه چرا چای چپه کردی؟ یکی مگه آب روشناییه. نگریش آدم های، نگاه آدم ها به قضیه یه، نگاه آدم ها به قضیه یه. یک آدم تفلکش میفته در زمین، مایه بجای زیکر در بغل بگیره سیلی میزنه مگه کوری چه رفتی؟ کالایتم پرخاک شد. یک آدم دیگه میگه کور شو، هم چشمان کور شده اوگار خو نشده، میگره در آغوش میگره میبوسه مگه که اوگار نشده باشه، خدا شکر بخیر دیر شد. درستن؟ چی سبب میشه که دو برخورد صورت میگیره؟ نگریش، نگریش. پس بنابراین باید نگریش رو چیکار کنیم؟ تغییر بدیم. و
درسته؟ خب حالا ببینید نگمش اتشو شما حساب کنید یک جمع 20 جمع 20 جمع 9 جمع 20 جمع 21 جمع 4 جمع 5 مساوی با چی؟ 100 100 اصلا چرا نگرش شما باور کنید اگر نگرش شما نسبت به هر قضیه تغییر کنه اگر مثبت باشه ماده اندروفین همیشه در ذهن شما ترشح میشه و شما به پیروزی میرسید چرا برای اینکه شما انرژی میگیرید برای اینکه شما کار میکنید سخت کار میکنید عشق ورزیدن شما نسبت به یک قضیه از نگرش شما دستور میگیره ممکنه شما یک کسی را دوست دارین عاشقانه دوست دارین عاشقش هستین از نگاه یک آدم دیگه ممکنه اون آدم خیلی واقعا ارزش یا عاشقانه دوست داشتن نداشته باشد یادتان هست بعضی کسا مگه که دیو در قوقی عاشق شدن یک اصطلاح یاسرکیه امیر شنیدین دیگه از نگاه اونمو آجه یا مادر کرانی که دیگه رو میگه واقعا همو رقمه ولی یک آدم دیگه برای اونمو آدم میموره مگه اگر لحظه ما او را نبینم دیگه شاید زنده نمانم دلیلش نگریش آدم یک آدم رنگ سرخ را دوست داره یک آدم رنگ آبی را دوست داره نگریش آدم های درسته؟ یک آدم دوست داره که در جرمنی برو زندگی کنه یک آدم دیگه هم میگه که من را در کانادا روان کنه برای بهترین خانه در کانادا که ما کوچه ترک نمی کنه هستم رفیقای من دوستای من هستم دو دفعه خودش قصه کرد در این نزدیکام است خیلی سرمایه گذاری خوبی هم کرده آقای قاسم رضا استاد قاسم رضا که رئیس و صاحب قصر گل و مثلا الهاد شادی حال هستن دو بار گفت من این چربی رو ترک کردم گفت راضی نشدم برم چرا برای اینکه دوست دارم عاشقانه در چه زندگی کنم در کوچه زندگی کنم نگاری شادم باید ولی یک آدم دیگه تمام تلاش خودو میکنه که حتما یک دفعه ما به اروپا برسم ولی و از سر یاو شد پس بنابراین نگریش آدم کنه درسته؟ پس ما کوشش کنیم دوستا که همیشه نگریش خود نسبت به قضیه تغییر بدیم تا زندگی ما دید ما نسبت به قضیه مثبت شود و ما انرژی بگیریم با انرژی زندگی کنیم با انرژی پیش بریم پس نگریش چی هست؟ در پیش آموخته ها و دیدگاه ما نسبت به پیرامون ما هست نسبت به اطراف ما هست نسبت به قضایا هست نسبت به آشیا هست درسته؟ و این دیدگاه ما و این نگریش ما میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه یعنی شما اگر یک اتفاق پیش آمده اگر شما جگرخون شدین جگرخونی چیزی نیست جز انتخاب خود شما جگرخونی چیزی نیست جز نگری شما نسبت به قضیه بعضی آدم ها چرا نسبت به هر قضیه زیاد حساس نمیشه راحت است که نورش میگذره برای اینکه نگریش دونا نسبت به قضیه خیلی حاد نیست